سرخط مهمترین ها، والی طالبان برای تخار برکنار شد. توزیع پاسپورت در کابل آغاز شد. حشمت غنی با رئیس جمهور فراری دیدار کرد. و همچنان در پایان، خبر خوش به تمام شمالی واران کشور. آخرین فرمانده ازبک‌تبار طالبان در زیر شکنجه طالبان در کوما رفت. و دوستان بار دیگر وعده بازگشت داد. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری افاق. مولوی نورالدین والی طالبان در تخار و ملا جان محمد معاون او از سمتشان برکنار شدند. آنها به حکم ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر مذهبی طالبان اخراج شدند. والی طالبان برای تخار و معاون وی امروز دوشنبه 23 مهود تحت حکم اسوی ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر مذهبی طالبان از سمتشان برکنار شده و قاری محمد اسماعیل به حیث والی آن ولایت و حاجی محمد کاظم به عنوان معاون او منصوب شدند. در همین حال گفته شده که در روز پیش خانه مولوی نورالدین والی برکنار شده تخار توسط نیروهای طالبان تلاشی و تمام سلاح‌ها و مهمات وی ضبط شده و پس از آن او از مقامش برکنار شده است. هنوز دلیل برای برکناری مولوی نورالدین معلوم نیست، اما منتقدان طالبان انگیزه های قومی را در این تصمیم دخیل می دانند. گفته می شود که او پس از برکناری به عنوان معاون وزارت فواید عامه طالبان منصوب شده است. طالبان پیش از این نیز برخی دیگر از اعضای غیر پشتون خود در شمال کشور را با انفصال از وظایف ولایتی به پوست های در مرکز گماشتند. تحلیلگران میگویند که این اقدام به منظور جلوگیری از تبانین افراد با جریان‌های ضد طالبان در ولایت‌های شمالی صورت می‌گیرد و هدف از آن انتقال آنها به مرکز به نوع تحت نظارت قرار دادن این مهره‌ها میباشد. آنها در این زمینه به سرنوشت صلاح الدین ایوبی از فرماندهان ازبک‌تبار طالبان اشاره میکنند، در حالی که او خواصار معرفی به عنوان ولی فاریاب بوده، به عنوان سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات منصوب شده بود، تصمیمی که گفته میشود از سوی او پذیرفته نشده و او اخیراً به فاریاب بازگشته است. پیشتر بازداشت مخدوم عالم یکی دیگر از طالبان ازبک‌تبار خشم خشونت ازبک‌ها را در فاریاب برانگیخت و در جریان اعتراضات چندین نفر کشته و زخمی شدند. معترضان این تصمیم را دارای انگیزه های قومی عنوان کردند. آقای عالم هنوز هم در بازداشت به سر می برد و از سرنوشت او خبر در دست نیست. گفتنی است که قاری محمد اسماعیل والی جدید تخار پیش از این در بست معاونیت قروریز 117 پومیر ایفای وظیفه کرده بود. توزیع پاسپورت در کابل آغاز شد. ریاست عمومی پاسپورت از آغاز روند توزیع پاسپورت در کابل خبر داده و گفته است که روزانه برای ده ها نفر پاسپورت توزیع خواهد شد. شفیع الله تسل، آمر مطبوعات اداره پاسپورت دولت طالبان، امروز دوشنبه 23 مهود گفته برای کسانی ظرف 6 تا 8 ماه گذشته فرم آنلاین دریافت پاسپورت را پر کرده بودند، جدول زمانی آماده شده و آنان طبق این جدول می توانند به ریاست پاسپورت مراجعه کنند. آقای تسل افزوده است که در حال حاضر تنها به کسان پاسپورت داده می شود که پیش از این فرم درخواست پاسپورت را به گونه آنلاین پر کردند و با ختم این روند توزیع پاسپورت به تمام شهروندان کابل آغاز خواهد شد. او از متقاضیان پاسپورت خواسته است که بر اساس جدول زمانی که از سوی ریاست عمومی پاسپورت تعیین شده مراجعه کرده و کارهایشان را پیش ببرند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست سال گذشته میلادی صدور پاسپورت در کشور متوقف شد و به تاریخ 15 اکتبر روند توزیع آن در کابل از سر گرفته شد. حشمت غنی، امرالله صالح، مخدوم عالم زیر شکنجه شدید اعتراف کرده که با داعش ارتباط داشته و در فکر کودتا بوده است. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور فراری افغانستان، میگوید که مخدوم عالم فرمانده ازبک‌تبار طالبان پس از بازداشت به شدت شکنجه شده است. صالح میگوید که این فرمانده ازبک‌تبار به اساس تنش‌های قومی در اسارت گروه ستمگر و متعصب طالبان به سر میبرد و از دو روز بدین سو به شفاخانه 400 بستر منتقل شده است.
بگفته ساله او در زیر شکنجه شدید به شمول شوک برخی اعتراف کرده که با داعش ارتباط داشته و در فکر کودتا بوده است. ساله در ادامه افزوده است منابع میگویند که مخدوم عالم بیهوش است و توانایی حرف زدن را ندارد. نزدیکان مارشال دوستم در صفحه رسمی تویتر خودشونی نگاشتند: دوستم، بر میگردیم و ترورستان را نابود خواهیم کرد. با رئیس جمهور فراری دیدار کرد. حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور فراری دیدار و درباره بازگشت او به کشور گفتگو کرده است. بر بنیاد گزارش ها حشمت غنی احمدزی برای بازگشت اشرف غنی رئیس جمهور فراری به کابل تلاش میکند. اشرف غنی در حال حاضر در امارات متحده عربی به سر میبرد و تاکنون جزئیات در خصوص این دیدار منتشر نشده است. قبلا نیز حشمت غنی احمدزی گفته بود که زمینه بازگشت برادرش به افغانستان را فراهم میکند. وی گفته بود که اگر بازگشت اشرف غنی موثریت داشته باشد او حاضر به بازگشت است. به گفته او اشرف غنی علاقه به بازگشت به عرصه سیاست ندارد بلکه میخواهد فعالیت اجتماعی داشته باشد. حشمت غنی در حال برای برگشت اشرف غنی تلاش میکند که او تقریبا 7 ماه پیش از افغانستان گریخت و قدرت را به طالبان تسلیم کرد. آماج نیوز در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش داده است: خانواده حاجی سلطان با آماج پس از 4 ماه از بند طالبان آزاد شد. حاجی سلطان که گفته شده بود به دلیل مصاحبه با یک رسانه ایرانی بازداشت شده، پس از 4 ماه از بند طالبان آزاد شده است. اعضای خانواده او با آماج میگویند که طالبان با او برخورد بسیار خوب داشتند. صندوق بین المللی پول: روسیه ممکن قادر به پرداخت قرضه های خود نباشد. گزارشی از ویوی دری ادامه‌اش. خانم جوجیوا در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس امریکا گفته بود که تظاهرات ایالات متحده و سایر کشورهای دموکراتیک که به خاطر حمله نظامی روسیه بر اوکراین وضع شده است، از قبل تاثیرات شدید بر اقتصاد مسکو گذاشته است و این کشور در سال روان میلادی با رکورد عمیق اقتصادی مواجه خواهد شد. با گفته این مقام ارشد صندوق بین المللی پول، جنگ روسیه بر اوکراین و تظاهرات وضع شده بر مسکو همچنین تاثیرات قابل ملاحظه بر کشورهای همسایه روسیه خواهد داشت که متکی به انرژی صادراتی روسیه بودند. خانم جورجیوا گفت که تظاهرات نه تنها توانایی روسیه را برای دسترسی به منابع آن کشور محدود میکند، بلکه مسکو را در وضعیت قرار میدهد که قادر به پرداخت قرضه های خود نباشد. او گفت که مجموعه داد و ستد بانک ها با روسیه حدود 120 میلیارد دلار است، مبلغ که ناچیز نیست، اما این مبلغ موجب بحران مالی در سطح جهان نمی شود. صندوق بین المللی پول هفته گذشته 1.4 میلیارد دلار کمک های مالی اضطراری را برای اوکراین تصویب کرد. از خانم جورجیوا سوال شد که اگر مسکو برنده جنگ شود و حکومت جدید را در اوکراین ایجاد کند، به این پول دسترسی پیدا خواهد کرد یا خیر؟ او در پاسخ گفت که این پول در حساب بانکی خود گذاشته شده و فقط حکومت اوکراین که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است می تواند به آن دسترسی پیدا کند. حمله افراد مسلح در بورکینافاسو 13 منصوب پلیس را کشتند. گزارشی از وی او ای دری. منابع امنیتی روز یکشنبه 12 مارچ گفتند که افراد مسلح در یک کمین 12 منصوب پلیس را در شمال آن کشور کشتند. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یک تیم پلیس بورکینافاسو در منطقه تارپاکو هدف کمین افراد مسلح قرار گرفتند. با گفته این منبع در این حمله 8 منصوب پلیس زخمی شدند. وضعیت 2 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. این منبع گفته است که شماری از منصوبین دیگر پلیس ناپدیدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک منبع دیگر گزارش شده است که قوای تقویتی به محل رویداد اعزام شده و عملیات جستجو برای پیدا کردن 8 منصوب ناپدید شده ادامه دارد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.